به برنامه در زندگی خوش اومدید. یک هفته تا کریسمس داریم ولی ما به پیشواز کریسمس رفتیم. برنامه های ما حتی اخبار ما بو رنگ کریسمس رو داره، ولی امروز برنامه های مختلف و قسمت های مختلف تهیه دیدیم و مهمان های مختلف داریم. ولی اول با برادر رضا با اخباری شروع میکنیم که برای ما درس داره. بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. اخبار امروز رو به سهم شما عزیزان میرسونم. بهاییان حقوق شهروندی ندارن. این صحبتی بود که موسوی بجنوردی، آیت الله محمد موسوی بجنوردی، از روحانیان سرشناس ایرانی که از نزدیکان آیت الله خمینی بودش، میگه که بهایان در این کشور هیچ حقوق شهروندی ندارن. این عضو مجمع روحانیان مبارز از تشکل‌های اصلاح طلب در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز درباره تدوین منشور حقوق شهروندی که توسط حسن روحانی رئیس جمهور کنونی ایران ارائه شد به خبرگزاری فارس گفت ما در 5-6 جلسه این متنو که بعداً آقای رئیس جمهور یعنی آقای روحانی در تلویزیون اونو اعلام کرده تدوین کردیم و روح آن را از فرمان 8 ماده امام گرفتیم و این فرمان رو به عنوان یک دستورالعمل پیش روی خود قرار دادیم و قدر آن را باز کردیم. آیت الله خمینی در سالهای نخست رهبری خودش فرمان 8 ماده رو برای اجرای قوای سگانه نظام جمهوری اسلامی صادر کرد. هدف از این نامه حفظ و رعایت حریم خصوصی توسط نیروهای حکومتی بود. آیت الله موسوی بجنوردی در مصاحبه خودش ادامه داده گفته که البته در زمان تدوین برخی ایرادات هم به این منشور شد، مثلا اینکه وقتی گفته میشه همه شهروندان حق تحصیل دارند اینجوری نیستش. آیا این حق به عنوان مثال شامل حال بهاییان هم میشه؟ در ایران بهایی‌ها خب از بسیاری از حقوق شهروندی خودشون از جمله حق تحصیل محروم هستند. هر از چندگاهی نیز رهبران جامعه بهاییت و فعالان این جامعه به زندان میافتند. برخی از فعالان حقوق بشر و همچنین روحانیون از حقوق شهروندی این قشر از جامعه ایران حمایت کردند، من جمله آیت الله منتظری مرجع تقلید که در سالهای حیات خودش نقض حقوق شهروندی بهاییان رو محکوم کرد. اما آیت الله موسوی بجنوردی در مصاحبه خودش ادامه داد به هیچ عنوان بعضی مسائل نیاز به این نداره که تخصیص بزنیم. آن کسی که با اسلام مخالف است موضوعاً خارج است. بهایی ضد اسلام است و موضوعاً از این بحث خارج است. او تاکید کرد هیچ وقت ما نمیگوییم بهایی حق تحصیل آزاد دارد. اصلاً حقوق شهروندی ندارد. مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان از حق شهروندی برخوردارند. در مجلس نماینده دارند زیرا ادیان ابراهیمی هستند و ما با آنها تعامل داریم و نمایندگان آنها هم با ما دوست هستند. بله. بله. اینم خبر. بعضی البته بعضی ها این حرف رو میزنن که این بهایان حق شهروندی ندارن. کی داره؟ انقدر درد کشیدن، انقدر سختی کشیدن، میگن بقیه ما چی؟ ما حق نداریم حتی خوشحال بشیم، حق نداریم تو آبازی کنیم، حق نداریم یه سرود شاد بخونیم، دیگه شهروندی رو بقیه ندارن. ولی دلیل این که اینو گفتم چون که هر جا که با آدم بی‌عدالتی میبینه، ظلم میبینه، اگر میگه قلب خدا رو دارم باید درد بکشه و این یک تصمیمه. چون ما انسان ها معمولا اینو نداریم. ما انسان ها معمولا میگیم آی بی‌عدالتی بی‌عدالتی، وقتی میگیم که بی‌عدالتی برای ما باشه، وقتی برای دیگران ساکتیم، وقتی بر ضد بی‌عدالتی میستیم که این بی‌عدالتی بر علیه ما باشه. ولی اگه برای دیگران نیستیم چطور دیگران برای ما بیستن؟ ما به عنوان کسانی که محبت خدا رو چشیدیم و سعی میکنیم دل خدا رو به دست بیاریم، هر جا ظلم، هر جا بی‌عدالتی میبینیم دل ما به درد میاد، چون دل خدا به درد میاد و براش میستیم چون خدا براش میسته. در اشعیا فصل 58 آیه 6 چندین جا هست که خدا دلش رو باز میکنه. حتی در 56 میگه که روزه‌ای که من میپسندم، میگه این روزایی که شما میگیرید، این چیزای مذهبی که انجام میدید، فکر میکنید من خیلی راضیم، نه من از این چیزا راضی نیستم. روزه‌ای که من میپسندم اینه که زنجیرهای ستمکاری و یوغهای بی‌عدالتی را بگسلید و بگذارید ستم دیدگان آزاد شوند. گرسنگان را در غذای خود سهیم کنید. در خانه خود را به روی فقیران و بی‌خانمان باز کنید.
خدا میگه اعمال مذهبی، میگه حالا اینجا داره روزه رو میگه ولی جای دیگه اعمال مذهبی رو کلیتر میگه، میگه به اعمال مذهبی حالا روزه، میگه ببینید روزه میگیرید، اینه برای من روزه، که برای نمیگم فقط همکیشان خود را محبت کنید، خدا حتی میگه دشمنان خود را محبت کنید. خدا به ما که فرزندش هستیم این دل رو داده، تظاهرم نیست. وقتی دردی رو میبینیم نمیپرسیم مسیحی هستی؟ آخ آخ جونم جونم چرا درد میکشی؟ مسیحی نیستی؟ خب بکش. نه، دل خدایی نیست. خدا میگه هر جا بی‌عدالتی میبینم، خدا آنقدر عادله، بی‌عدالتی هر جا باشه اذیتش میکنه. خدا اینقدر محبته که بی‌محبتی هر جا هست اذیتش میکنه. البته بعد در رضا ما هر موقع مثلا میگیم یهودیان این شده یا بهائیان این شدن، یا بعد گاهی به یهودیان تو اصفهان بود که چند وقت پیش اموال یهودی رو گرفته بودن و وقتی میگیم بعضی میگن پیغام میزنن میگن اینا بهایی ان، اینا بهایی ان، به تو برنامه‌شون از بهاییان دفاع میکنن، بعد میگن نه اینا یهودی، اینا مامورای اسرائیل هستن، جاسوس هستن. نه نیستیم، ولی دل خدا رو داریم. واقعا دل خدا رو داریم، واقعا بهایی، مسلمونش، حالا زرتشتش، یهودیش، همه ما در پیشگاه خداوند یکی هستیم و خدا همه ما رو به یه چشم نگاه میکنه. اتفاقا من چند تا دوست بهایی دارم و باشون زمانی که توی ترکیه بودم باشون آشنا شدم و خیلی دوستای مهربونی بودن، یعنی از ته قلب همدیگر رو دوست داشتیم و خیلی کمکمون میکردن، کمک همدیگه میکردن، کمک حتی غیر هم نوعشون میکردن و اون چیزی که واقعا داشتم میومدن تقسیم میکردن. بعد من خودم تحقیق کردم، باشونم که صحبت کردم، دیدم نه واقعا اونا مثل مسلمانای دیگه شیعه قرآن رو قبول دارن، قرآن رو میخونن، حتی پیامبر محمد رو هم دوست دارن و فقط توی چیزای اختلاف نظر داشتن. کتابشون یکی هستش ولی محبتشون هم اتفاقا خیلی زیاد هستش. حالا نمیدونم برای چی، برای اون مسائل اون کوچیکی میافتن به جون این طفلک‌ها و خلاصه. حالا ممکنه الهیات یکی قبول نداشته باشه، برای ما بشارت میدیم و میخوایم افراد نجات پیدا کنن. ما میخوایم که افراد با محبت خدا، نجات خدا آشنا بشن، چه یهودی باشن، چه بهایی باشن، چه مسلمان باشن، چه مسیحی زاده باشن، فرقی نمیکنه، خدا خدای نجات دهنده است. پس مسئله این نیست که وقتی یکی رو محبت میکنی داری میگی که همه کارات درسته. محبت خدا ماورای نه، بر همین خدا میگه دشمنان خود را محبت کن. خدا من میگه همه جهان رو دوست داشت که مسیح رو برای نجات فرستاد، نمیگه بعضی رو دوست داشت، میگه همه بشر رو. جای دیگه میگه که انقدر خدا محبته که باران خودش رو بر بدان و نیکان میبارونه، فرقی نمیکنه. یه قسمت از محبت هست که فرقی نمیکنه، تو دوستی دشمنی، الهیاتت با من میخونه یا نمیخونه، با مسیحیان هستی یا بر ضد مسیحیان هستی، فرقی نمیکنه، محبت فرق نمیکنه. ولی این دلیل نمیشه که بگی این هرچی این طرف میگه من باش موافقم. ما به بهائیان بشارت میدیم چون ممکنه یه بهایی یا یک انسان واقعا انسان باشه، خیلی بله، رفتار خوبی داشته باشه ولی هنوز نجات آسمان رو نداره، فقط انسان خوبیه. درسته، دقیقاً. ما برای همین برای بهاییام دعا میکنیم که بهاییام با نجات خدا آشنا بشن. مسلمان ها، یهودیان، حتی مسلمان زاده و مسیحی زاده ها، خیلی هم در خانواده مسیحی به دنیا اومدن ولی این نجات رو به دست نیاوردن، چون این نجات از بابا به دست ما نمیرسه، از نسل نمیرسه، یک تصمیم شخصیه، یک رابطه شخصیه. بله. خیلی ممنون. خب در بله، قسمت بعدی چی داری؟ قسمت بعدی خب برها ربط داره به این خبر. بله. فروش مواد توسط کودک 6 ساله، مواد شیشه، بله، مواد مخدر. تو خبرهاش یه فیلمی رو گذاشته بودن که یک دختر کوچک 6 ساله شروع کرده به فروش مواد مخدر که پدرش داره از این بچه استفاده میکنه برای اینکه چون کوچیک هست کسی به شک نمیکنه و به حساب میتونه این مواد رو به راحتی بفروشه و پولش رو جمع کنه بیاره برای پدرش، که کلیپش هم آماده هست ببینیم. و میتونیم ببینیم چیه اینا؟ شیشیه؟ بخش کن کسی نبینه دیگه، از کی گرفتین شیشه ها رو؟ بابات؟ خب باز کن، همین کلاسیکش رو باز کن، کسی نیست. بازش کن فقط. دونی چه هم میفروشه اینا رو؟ آره؟ ببینم دستتو بردم؟ نه کسی نه. آره دونی چه هم میفروشی؟
آره چند تاست؟ نه چهار تاست. دونی چند میفروی؟ یا اینم از دست منه بکش. دونی چند میفروشی اینا رو؟ نکن دهنه جمعش کن دیگه. بذار تو همون آشغالا بنده ستاش. کی بهت میده اینا رو بفروشی؟ بابا. بابا؟ بابا میده؟ روزی چند تا میده از اینا بهت؟ خب پولشو میدی بابا؟ آره به کی میفروشی اینها؟ به تاجا. کجا؟ تو کوچه؟ همش همینا رو داشتیم از این؟ بله خیلی دردناکه ها. واقعا خیلی دردناکه. من این فیلمو که سری اول دیدم واقعا نشستم گریه کردم و دعا کردم برای تمام دخترایی که اینجوری الان تو زیر بار فشارهای اقتصادی هستن و پدرها و مادرهایی هستن که سوء استفاده میکنن از بچه‌هاشون. و حتی یک فیلم دیگه هم پیدا کردم که شش هرمز، یک کودک گرسنه که فکر کنم از همین بچه های خیابونی هستن، هیچ کس رو نداشت، کنار خیابون افتاده بود که اینقدر این دختر گرسنه بود که از حال رفته بود، مردم جمع شده بودن دورش و اون کلیپش هم آماده است، میتونیم اونم ببینیم اگه لطف کنن عزیزان بذارن. ممنون میشه. بله تا اون کلیپ آماده بشه ادامه میدیم. متاسفانه فقر زیاد هستش. به جای اینکه ما این عدالت‌ها رو تو جامعهمون رعایت کنیم و به مردم برسیم، به فقر جامعه برسیم، میچسبیم خب به چیزهای مثلا همین بهایی‌هایی که دارن زندگیشون رو میکنن، به کسی هم کاری ندارن. میتونی یه چیز هم هست، اینکه ما دیده بودیم بچه‌هایی که گل میفروشن یا تو خیابونا کار میکنن یا واکس میزنن، ولی این یک قدم جدیدیه. یعنی از بدبختی مواد، فروش مواد مخدر برای از این بچه ها استفاده میکنن. من اسم میکنم این فشار و سختی که تو ایران هست و بگم عوض شدن فرهنگ ها، یعنی طوریه که کم کم آدم باهاشون عادت میکنه به این چیزا و براش طبیعی. اولش شوکه میشه، همین مثلا مواد مخدر. وای بچه تا این بچه مواد مخدر. اگر این یکی بشه 10,000 تو خیابونا باشه، خود ما، یعنی ما انسان‌ها رو، من نمیگم اینا بدن، ما انسان‌ها طوری هستیم که عادت میکنیم، عادت میکنیم به بدی‌ها، دیگه نمیبینیم. قلبمون سنگ میشه. قلبمون سنگین میشه، سفت میشه و وقتی که اینها رو میبینیم، شاید واقعا ببینیم که طرف داره مواد فروشی هم میکنه، خب داره این کارو میکنه یا مثلا داره تن فروشی میکنه کنار تلویزیون دیدیم. بله این چیزا هست دیگه. یه بار که دیدیم دیگه برام عادی میشه، دیگه عادی میشه. اینقدر این قلب سیاه میشه، اینقدر سنگ میشه، دیگه خیلی عادی از کنار اینا عبور میکنیم. هیچ وقت نمیریم کنارش ببینیم درد تو چیه، تو چرا افتادی به این راه. و من به عنوان یک مسیحی وقتی که توی جامعه دارم قدم میزنم، اگر یک کودک اینجوری رو ببینم، وظیفه من هستش اون لحظه من خودم رو با جای عیسی مسیح بذارم. اگر الان عیسی اینجا بود چی کار میکرد؟ خب عیسی میرفت دست اونو میگرفت، نوازشش میکرد، بهش کمک میکرد، حالا کمک مالی بود یا به هر حال کمک عاطفی بود. درسته. ولی اینقدر قلب افراد دیگه صفر شده و سنگ شده متاسفانه، مثل این کلیپی که الان آماده هستش. آماده این ببینیم؟ بله با هم ببینیم. اینا صد نفر بله همونطور که گفتی آدم کم کم عادت میکنه، یعنی نمیگیم اینا، میگم ما، خود من، خود ما. و یه چیزی که یاد گرفتم، اولین قدم محبت دیدنه.
یعنی تو اگه درد رو نبینی چطور میخوای محبت کنی؟ و در این ایام کریسمس درسی که امروز تو همین قسمت و در قسمت بعدی که یه مهمونی دارم به ما یاد میده چشاتو چطور باز کنی از یک تراژدی، از یک بدبختی که تو زندگیش پیش اومد، خدا استفاده کرد، ازم به همین خبرم کاملا و مستقیم میخوره. ولی اولیش اینه، بخصوص در این ایام کریسمس عزیزان، بیایم تصمیم بگیریم، چون واقعا تصمیمه. اگه بیخیال بشی از جلوی خیلی چیزها رد میشی، عادی میشه، اول ممکنه اذیتت کنه، بعدا انقدر عادی میشه که اصلا نمیبینی. یعنی اگه بگی امروز چی دیدی، اون بچه‌ای که کنار خیابون بوده رو نمیگی، چون دیگه نمیبینی. و این یه تصمیمه، همه ما اینطوری هستیم. پس یه تصمیمه، خداوندا چون محبت تو در من هست، من تصمیم میگیرم ببینم. خداوندا چشمهای منو باز کن. و در این ایام کریسمس میتونیم وسیله دست خدا باشیم. چشماتمون رو باز کن در این ایام کریسمس، تو خیابون در کنار همسایت نگاه کن، ببین چه کسی محتاجه، چه کسی مورد ظلمه، و به او کمک بکن. این پیغام کریسمسه. آمین. خدا رو شکر برای وجود شما. مهمان بعدیمون هم که مهمان اسکایپ هست، برادرمون عادل، که میریم با این عزیز شما مصاحبه کنید. من از نزدیک این برادر رو دیدم، خیلی پرقوت، پر از روح القدس هستش، ایماندار خیلی قوی هستش و شبان کلیسا هم هست. خدا رو شکر. عادل عزیز، با عادل صحبت میکنیم و بعد مهمانی دارم در برنامه که از همه اینا عبور کرد، از دردهای بسیاری، ولی این دردها به جایی که اونو سنگ دل کنه، دل رحمش کرده. با هم باشه. Oh holy night, the stars are brightly shining, it is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, نوری عظیم بر ما تو
بله، مرسی دریا جان که این هدیه رو، این سرود رو به ما و به بیننده ها هدیه دادی. چه هدیه کریسمس قشنگی. امروز با عادل عزیز صحبت میکنیم، شخصی که در یک خانواده مسلمان به دنیا اومده، یک سفر روحانی داشته، در سختی ها بوده و اکنون خدا رو خدمت میکنه، دیگران رو در حقیقت داره خدمت میکنه به خاطر خدا. و خوشحالیم که امروز با عادل جان صحبت میکنیم. عادل جان خوش اومدی به برنامه. صدا صدای من هست؟ آه بله الان صدا هست، بفرمایید. مرسی، سلام عرض میکنم به شما و همه عزیزان و همه عزیزانی که صدای من رو میشنون و خوشحالم که اینجا هستم. خدا رو شکر. یه مقدار از زندگیت بگو، باهات آشنا بشیم، میخوام از تجربیات تو استفاده کنیم، به خصوص جوانایی که دارید برنامه رو نگاه میکنید. بفرمایید. مرسی. خب همونجوری که شما گفتید، من از یه خانوادهی که با زمینه اسلامی هستش و میخوام اضافه کنم بهش که نه فقط یه خانوادهی که با یه زمینه اسلامی هستش و یه خانوادهی که با زمینه نظامی هستش. من هم یه خانواده بزرگ شدم که مذهبی بود و یه خانواده بزرگ شدم که مذهبی بود و من میخوام یه کوچولو توضیح بدم از قبل از ایمانم که توی ادامه که شهادت هم میدم بدونم که بدونیم که چطور شرایط برای من پیش رفت. و خب زندگی توی یه خانواده نظامی یه زندگی راحتی نیست که هر روز صبح هر ساعتی دلت میخواد از خواب بیدار میشی و هر کاری که دوست داری انجام میدی و یه سری معایبی داره که شاید هر کسی نمیتونه تحمل کنه و شاید ما هر موقع از فامیلا مهمون داشتیم یا دوستامون با ما توی این زندگی قسمتیشو چند روزی و همسفر میشدن گفتن خیلی سخته، ما این زندگی رو نمیتونیم تحمل کنیم، ولی ما راهی نداشتیم، ما راهی نداشتیم و سعی میکردیم زندگی رو پیش ببریم. و توی این شرایط من بزرگ شدم، توی این شرایطی که همه چیزی دیسیپلین هستش و همه چی مشخصه و قطعا شما به عنوان یه فرد مسلمان از تمام قواعد و قوانین اسلام آگاهی پیدا میکنی چون اجباره، چون باید بدونی. و اوکی، من یه فرد مذهبی شدم و یه فرد مذهبی بزرگ شدم، ولی از یه جایی به بعد به خودم اینو گفتم، به خودم گفتم که تو بر اساس اون چیزایی که میدونستم نباید مثل پدران خودت که اومدن تصمیم گرفتن و تو هم کورکورانه بخوای تصمیم بگیری، تو باید بشینی و بررسی کنی. و خب توی سن 18 سالگی نشستم، کم کم دیگه دبیرستان تموم شده بود و من داشتم وارد دانشگاه میشدم، نشستم مطالعه کردم، تاریخ ایران رو خوندم و روز به روز من مطالعه بیشتر میشد، روز به روز در رابطه با گذشته که توی ایران اتفاق افتاده بود و مطالعه بیشتر میشد و هی علامت سوالا برای من بیشتر میشد، هی من از من مطالعه میکردم، هی میفهمیدم که وای چه تاریخی بر ایران گذشته و من بیشتر هی مصمم میشدم که انگار یه ایرادی این وسط هستش و هر موقع از هر فردی میرفتم سوال میکردم نمیتونستم درست جواب منو بدم و جواب قانع کننده ای برای من نداشت. و من توی دانشگاه خاطرهایی که دارم، وقتی که دوستا از سر کلاس‌های دینی و کلاس‌های مذهبی خسته می‌شدن، شاگردا به من می‌گفتن از استاد یه سوالی بپرس، من کافی بود از استاد یه سوالی می‌پرسیدم و استاد شاید نیم ساعت و 45 دقیقه وقت کلاس به بتالت می‌رم. ولی واقعا شاید این یه خورده طنز بود، ولی وقتی جواب سوالات رو پیدا نمی‌کنی آزاردهنده میشه. وقتی میری پیش علمای مذهبی و سوال میکنی و باز نمیتونن جواب بدن. چه سوالاتی داشتی عادل جان؟ یه چند تا نمونه شو بگو، شاید خیلی ها این سوالات رو دارن امروز. من وقتی یه فرد که از زمین اسلامی میام و هیچی در عیسی مسیح نمیدونم و وقتی که با خدای روبرو میشی که خدایی نیست که در دسترس باشه، خدایی نیستش که تو بتونی حسش کنی. و من همیشه از بچگی بنا به عادت دیرینه رابطه‌مون با خدا چک می‌کردم،
شاید بگم شاید گفتنش خنده‌دار باشه، ولی همیشه رابطه‌مو با خودم چک می‌کردم و اینکه کجا چک می‌کردم زیر دوش همون رابطه‌مو با خودم چک می‌کردم. شاید خیلی خنده داره، ولی می‌دونم حتما روی این کره خاکی کسایی پیدا میشن که اینجوری مثل من رابطه‌شون رو با خودم چک می‌کنن، ولی قلب من یه شهادت میده بعد. همیشه احساس می‌کردم خودم دوره و روشو از من برگردونده و از یک جایی به بعد دیگه فکر می‌کردم خودم با من قهر کرده. از یه جایی به بعد دیگه باور کنیم با حس قلبی میگم احساس میکردم که این واسطه هایی هم که هستن اونا هم دیگه کار نمی کنن و روز به روز این روح من آزرده تر میشد. من این علامت سوال ها از این که چرا این خوده جوری حرف نمیزنه که من بفهممش، و وقتی سوال میکردم شما نباید سوال کنید، فکرهای شما با فکرهای خدا فرق میکنه، من میگفتم اوکی این خوده چرا جوری فکر نکرد که من با فکر ناقصم بتونم درکش کنم، و وقتی جواب این سوال ها نبود از من اولین سوالی که میپرسید آیا تو مطمئنی مسلمونی؟ و من بهت زده میشدم، میگفتم چرا؟ و سوال من این بود، من میخوام هر لحظه هر موقع با هر زبونی که دارم بتونم با خدا ارتباط داشته باشم. من خدایی میخوام که میاد بیا زمین، من خدایی میخوام که قابل لمسه، میشه باش صحبت کرد. و هیچ وقت من نمیدونستم از اینکه عیسی مسیح کیه، ولی توی ذهن خودم من اینا رو میخواستم و میگفتم ما باید با چنین خدایی روبرو باشیم، نه خدایی که غریبه است، نه خدایی که آماده است تا ما اشتباه کنی و فقط تنبیه کنه و فقط آزار بده و فقط اینکه بگه توی ساعت‌های خاص، توی ثانیه خاص، توی اعمال خاص، با کلمات خاص تو میتونی ارتباط داشته باشی. و من این اصلا نمیتونستم قبول کنم. و توی زندگی شخصی خودم از یه جایی به بعد، خب وقتی شما بزرگ میشی توی خانواده نظامی حق انتخاب نداری، نه برای تحصیل حق انتخاب داری، نه برای رشته دانشگاهی حق انتخاب داری، و یه جوره هر چیزی که به تو دیکته میشه تو باید انجام بدی. ولی یک اتفاق بعدی که برای من افتاد، از یه جایی من دیگه افتادم توی یه جنگ با خانواده خودم و این درست نبود، و اینکه هر چیزی که میگفتن حتی اگه به سوی خودم هم بود، من رو به خودم هم یه جوری که اعتراضم رو نشون بدم خلافش رو انجام میدم. من ضربه خوردم با توی این شهر، شاید یه سال تحصیلی ضربه خوردم، بعد فکر کردم توی هم دانشگاه اوضاع اوکی میشه، دانشگاه رفت دیدیم نه اوضاع تغییر نکرد، گفتیم اوکی دانشگاه رو گذاشتیم کنار میریم سربازی. سربازی رفتیم اومدیم فکر کردیم همه چی اوکی میشه و ما دیگه به استقلال رسیدیم، ولی دیدیم نه باز هیچ تغییری نکرد. اینا واقعیت زندگی منه. من فکر کردم من ازدواج میکنم و تشکیل خانواده میدم و به یه استقلال نسبی میرسم و باز به دنبال این استقلال و در پس اون عاشق شدم و ازدواج کردم، دیدم مشکلات هم بدتر شد، چقدر سخت‌تر شد اوضاع. یه زندگی سخت، هجوم فشار خانواده ها و یه خداوندی که باش روبرویی که انگار هیچ کاری نمی‌کنه و انگار که هر کاری ایستاده و هیچ عملی نمی‌کنه. و توی همین بحبوحه ها وقتی پیش هر عالم دینی می‌رفتی، پیش هر استاد دانشگاهی می‌رفتی، جوابتو نداشتن. وقتی حتی با پدرت می‌خواستی صحبت کنی، نمی‌تونستی اصلا ارتباط کانکشن برقرار کنی که بتونی صحبتتو بکنی. بله. و توی همین حال و هواها بودیم که ما هر هفته می‌رفتیم تفریح، با مثلا می‌رفتیم تفریح کوهنوردی. و وقتی که من میگم که تایم شب وقتی کوهنوردی میری خیلی یه حس خوبی داره برای آدم، و توی اون تاریکی مجبور با چراغ قوه حرکت کنی و باز حس خوبی داره. و توی اون حال و هواها یه پسری توی اون گروه بود که وقتی آخرش که تموم میشد دستای همه رو میگرفت و میگفت دعا کن، و اون دعا میکرد و من اونجا گوش میکردم و دعاش دعایی نبود، صحبتش با خدا صحبتی نبود که احساس ترس پشتش باشه، احساس ترس از احترام بود، احساس از صمیمیت بود، انگار که اون خدا رو میشناخت، انگار که با خدا راه رفته بود، انگار که با خدا صحبت کرده بود. و من حسودی میشد، میگفتم یه فرقی با ما داره. و من واقعا هیچی نمیدونستم. و اینکه بعدم یه روز اومد در گوش من گفت که این یه فرد مسیحیه، گفتم این مسیحیه. و من خیلی دوست داشتم، چون از این جایی بعد دیگه اسلام فهمیده بودم که یه ایراد بزرگ میشه و نمیتونه جواب منو بده. من اوکی، ما نزدیکترین گزینه گفتیم، به خودم میگفتم عیسی مسیح، و دنبال یه کسی بودم که واقعا مسیحیت رو میشناسه و میتونه به من جواب بده. و اون فرد تو اون لحظه یه منبع خوب بود و رفتم کنارش و بهش گفتم که چرا ما این جغل انتخابی نداریم، چرا با چنین خدایی باید روبرو باشیم و زندگی باید اینجوری پیش بره. و
اون دوستم مثل اینکه یه چراغی تو ذهنش بین روشن شده و آماده باشه که یکی بیاد این سوالو ازش بپرسه، مشتاقانه موتورش روشن شد و شروع کرد با ما صحبت کردم. من بعدها با این دوست صحبت کردم و این میومد کوه و این جمعو درست کرده بود با هدفی که از عیسی مسیح به مردم بگه، ولی خیلی وقت بود که دیگه خسته شده بود، خیلی وقت بود که دیگه توی صحبت کردن در تو عیسی مسیح نتیجه نگرفته بود و درست زمانی که ناامید شده بود و درست زمانی که من و خانواده ما رو میدید و حتی به ذهنش خطور نمیکرد که خداوند بتونه این پیغامو به ما برسونه و ما اینو بخوایم قبول کنیم، من رفتم سراغش و ازش خواستم و شروع کرد تمام طول راه و کوهنوردی رو با ما صحبت کردن و تو اون تاریکی با نور چراغ قوه و اون سوالهایی که تو ذهن من شاید 5 سال شاید 7 سال گذشته بود من همه رو میپرسیدم و این همه رو جواب میدن. دوست من از زمینه NA میاد. دوست من از خودم یکی دو سال بیشتر فاصله نداشت و من اصلا بهت زده بودم، گفتم که خب من واقعیت قبلا اینجوری از کسایی که از زمینه NA بودن قبلا ذهنیت خوبی نداشتم و اینکه حالا یه جوان همسن و سال خودم و منی که همه استادا رو بعضا میتونستم اذیت کنم با این حرفا و خیلی از عزیزان دیگه، حالا یه جوان همسن و سال خودم همه اون معماها رو به من گفت و من بهت زده و حیرون زده که چه اتفاقی داره میفته. این من فکر میکردم خداوند باید یاد پایین و این میگه خداوند اومده پایین، خداوند برای عمل ما کاری کرده، خداوند برای نجات ما اومده و حرفی زده و بیشتر از اون عمل کردی داده و بهتر از هر چیز دیگر رو داده و گناه های ما رو مشکلش رو حل کرده و من اون موقع بهت زده میشنم. گفتم اون چیزی که من تو ذهنم میچیدم و اینگاه که یه نفر میگه 2000 سالی پیش انجام داده و من خیلی هیجان زده بودم. ما رفتیم خونه و من بهش تلفن زدم، گفتم اینجوری فایده نداره، تو این هفته تو باید بیای خونه ما، با تو باید صحبت کنیم و خدا بهش برکت بده. چنان جوابای سوالای منو میداد و از اون بوهبوی ایران زمانی که حتی کلام پیدا نمیشد من بعدا فهمیدم تنها کلام خودش رو به ما هدیه داد و حتی خودش بی کلام بود ولی کلامش رو به ما هدیه داد و ما اون کلام رو گرفتیم و خوندیم و من ازش دعوت میکردم میگفتم بیا و من بهت زده گفتم که واو این چه چیز کاملیه، این چیز عالیه، من همون چیزی که تو ذهن من بوده. بهش گفتم من کلیسای جایی که تو میری میخوام بیام، من تو اونجایی که هستی من باید حضور داشته باشم. به خودم میگفتم باید برم بیشتر بفهمم، چون به خودم میگفتم برای این که من این مسیحیت رو بشناسم و بفهمم باید برم داخل، باید برم قرار بگیرم تو بحثش رو بتونم اینو بهتر بفهمم. من نمیتونم از پشت وایسم نرم نبینم بعد بخوام تصمیم بگیرم. و گفتم من کلیسا میام. گفت نمیشه، گفت شرایط کلیسا جوریه که تو اگه واقعا میخوای مسیحی بشی میتونی بیای و واقعا امروز میفهمم راست میگه. و من گفتم اوکی، هر چیزی که تو میگی من قبول میکنم، من باید کلیسا بیام. و ما یه هفته بعد قرار گذاشتیم و رفتیم کلیسا و رفتیم کلیسا. من گفتم که من اونجا فهمیدم برای اینکه بتونم بیشتر کلیسا بیام باید مسیحی بشم و باید دعای نجات برای من انجام بشه. و من به خودم میگفتم آده وقتی رفتی جلو هر چیزی که بهت گفت تو قبول کن، تو فقط قبول کن ولی بذار که تو کلیسا بیای. و انگار اینا چیزایی رو میگن که تو ذهنت ساخته بودی و خدای صحبت میکنن که نزدیکه. و ما رفتیم کلیسا و اون خواهری که بود من و همسرم گفت که شما میخواییم مسیحی بشین، گفتیم آره ما میخواییم مسیحی بشین و با هم از قبل با همسرم اوکی بودیم در این، چون با هم تصمیم گرفتیم. و گفت که قبول داری که عیسی مسیح خداونده؟ من یه لحظه بهت‌زده شدم، عیسی مسیح خداونده؟ من اون لحظه گفتم اوکی هر چی میگه قبوله. گفتم آره اوکی عیسی مسیح خداونده. و به من گفت همه از تمام دلت همه رو بخشیدی. یه لحظه جا خوردم، گفتم پدرت آده و همه دوستایی که اذیت کردن. گفتم اوکی بذار قبل از اینکه بگم میگم میبخشم. به زبون گفتم آره بخشیدم و به دعای نجات برای ما انجام شد. شما و ما اون لحظه واقعا میگم ما اون لحظه نفهمیدیم چه اتفاق قشنگی افتاد و واقعا اون لحظه نفهمیدیم که در آسمان جشن عظیمی است. ما در سکوت و آرامش شب برگشتیم خونه و عادل بر اساس اون خصلت دیرینه که دوش همون و رابطهش رو با خدا چک میکنه و من دوباره رابطه همون چک کردم. ولی میخوام واقعیت رو بگم، زمانی که نمیدونستم حتی چه اتفاقی افتاده، من قلب من بر این شهادت میده، قلب من بر این شهادت میده که من احساس کردم خدا دیگه دور نیست.
خدا دیگه روشو بر نگردونده، خدا اینقدر نزدیکه که صورتشو به صورت من چسبونده و من میتونم حسش کنم و من میتونم اونو درکش کنم، میتونم باهاش صحبت کنم. این خدا آشتی کرده با من و من بعدها فهمیدم که چه اتفاقی بود. بعدها فهمیدم اون پرده، اون مانع یک بار برای همیشه به واسطه کار عظیم عیسی به روی صلیب برداشته شده تا ماهایی که عادل نبودیم عادل شمرده بشیم. و بعدها فهمیدم و میخوام بگم که این رابطه من، تجربه من با خدا من اینقدر قوی بود که بعد از اون توی سختی‌های بیشتر که میگم براتون منو بلند کرد، منو نگه داشت، گفت عادل تو قلب تو به این شهادت داد که تو با خدا دوستی کردی. ما ایمان آوردیم اوایلش، کلیسا میرفتیم و چقدر خوب بود و توی ایران و شبکه‌های که بودن ما نگاه میکردیم و چقدر خوب بود، ولی واقعیتش توی دو ماه اول من قد نمیدونستم. اینجور بود روی تختم ولی با اشتیاق و شوق نگاهش نمیکردم، ولی یا با اشتیاق و شوق پیگیری نمیکردم. ولی میخوام بگم دو ماه از ایمان ما گذشت و طوفان ها شروع شد توی زندگی ما. و امروز من میتونم بگم چون خدا دوستمون داشت طوفان ها شروع شد، خدا دوستمون داشت که سختی ها شروع شد. توی یه شرایطی، توی یه بحبوهی، همسرم توی یه فشارهایی که به اجبار قرار گرفت از سمت دوستان و خانواده، یه روز اومد گفت من با تو نمیتونم زندگی رو ادامه بدم. من بهت زده شدم، من تاریخ و هیچ موقع اون روز هیچ موقع نمیتونم از زندگی فراموش کنم. چقدر برای من سخت بود و من گفتم یعنی چی، مگه میشه آخه؟ ولی واقعیت این بود که مثلا بود من نمیتونم و من چقدر حس بدبختی روی من اومد. من حتی حس مرگ روی من اومد، حتی فکر خودکشی به روی من اومد. آره یه مسیحی بودم، تازه ایمان رو برده بودم، ولی فکر کردم خودم رو میکشم و این زندگی راحت میشم. و هیچ موقع یادم نمیره وقتی به اون خواهر ایماندارم تماس گرفتم، گفت ما عیسی مسیح رو داریم. ما بهم گفت که من کلی از سرودهای پرستشی کلیسا و موعظه‌ها رو من به تو دادم، تو سی دی شما هست، بذار گوش کن. و عیسی مسیح، و من دوباره انگار زنده میشدم، دوباره میگم آره راست میگم، عیسی مسیح دارم. و چهار سال من اون سرودهای پرستشی گوش میکنم و چقدر گریه و چقدر ناراحتی و چقدر به خود چقدر شکایت میکردم. گفتم خدای چرا باید اینجوری بشه؟ خدا من اینو اصلا نمیخوام، من قبول نمیکنم که همسرم از من جدا بشه. من اینو باید، این زندگی من، این حق منه. چون وقتمون کمه، همسرت ازت جدا شد، میدونم خانواده‌ام تردید کرد، مجبور شدی حتی از ایران بیرون بیای و این سختی ها رو خداوند برای ساختنت اضافه کرد. میخوام که اون چیزی که تشنش بودی، گفتی تو حموم اون تجربه رو داشتی، آیا این ادامه داری یا فقط تو حموم یه لحظه، یه زمانی حالا خدا رو احساس کردی؟ آیا این تو این سختی ها حضور خدا بود؟ آیا تو شادی ها بود؟ در طول روزهای زندگی چطوره؟ آیا هنوز خدا فقط یه گهگاهی تو هموم تجربهش میکنی یا زمانهای دیگه هم هست؟ نه، من هفته بعدی وقتی کلیسا رفتم باعث گفت که ما زمادانی که درد نکشیم گوش نمیکنیم. من وقتی فشار اومد چنان به کلام خدا چسبیدم که تو بیابون حتی توی نستشه این کلام جدا نشد. این کلام روح قدس منو میفهمیدم که این زندگی به دست روح قدس داده شد. هفته بعد وقتی کلیسا رفتم، عادلی که اراده خدا رو قبول نداشت، عادلی که اراده خودش کار میکرد، خوبم کار میکرد، زندگی رو پیش میبرد، ولی خداوند، اراده خداوند، و اونجا من فهمیدم که خداوند حاکم، اراده خداوند باید انجام بشه. و چقدر قشنگه که ما خدا رو به خاطر خودش دوست داریم و زندگی رو میسپاریم دست خدا و میذاریم خدا کار کنه. و بعد از اون تجربه های بیشتر منو روز به روز قوی تر میکرد. من بعد از اون پدر وقتی اخونواده قرار باشه ترک بشه، چیز اتفاق قشنگی نیم توی سختی بعدی. من یه چیزی بگم، وقتی به خونه برگشتم، وقتی به خونه پدری برگشتم، ولی با انجیل مسیح و چقدر عیسی مسیح با قوت عمل میکرد و چقدر تاثیرگذار بود، و اونجا بود که من زنده میموندم، اونجا بود که کلام منو نگه میداشت، اونجا بود که خدا من اجازه نمیده، خدا من تو کلامش بود اگه زمین بخورید پخش بر زمین نمیشید، من از تو محافظت میکنم. و توی این سر وقتی میری میبینی کلیسا بسته شد برای همیشه، باز یه ضربه دیگه، ولی باز خداوند بود که از طریق کلامش به من آرامش میده. خداوند
توی تک تک روزهای زندگی با من بود و منو از این سختی ها عبور میداد و از پس این سختی ها خداوند بود که برای من دریاها رو باز کرد، خداوند بود که معجزات تو زندگی به من نشون داد و بعد از اون اینقدر معجزات و خداوند دیدم که امروز نمیتونم منکرش بشم، امروز به همون اندازه که خورشید تو آسمون درخشان، ایمان ما به عیسی مسیح مشخصه و عیانه و این نمیشه پنهانش کرد. آره جان خیلی ممنون. الان یه جمله گفتی خیلی به دلم هم نشست. وقتمون هم کمه، بعد با هم خداحافظی کنیم و در فرصت بعدی بیشتر ازت میشنوم. میدونم خیلی تجربیات داشتی و داری و گفتی که سختی ها گوش من و چشم منو باز کرد. اتفاقا مهمون بعدی برنامه ما زندگیش همینه که چطور تو سختی ها خدا یه برکت و یک در باز رو براش آورده. ازت خداحافظی میکنم عادل جان، در برنامه بعدی باز هم شما رو خواهیم داشت. به خدمتت ادامه بده، امین هستی، ادامه بده، خدا با توست. درسی که دادی تو سختی ها هم خدا تو رو رها نکرده. فعلا خداحافظ عادل جان. مرسی عزیز، خداحافظ. جالبه تو زندگی عادل میگه قبلش با زور میخواستن اونو به من بقبولونن، حالا میگه زورم هم بکنن اینو نمیتونم رد کنم. ببین فرقش چیه؟ اون مذهب رو با زور و تهدید میخواستن بهش بقبولن که نمیتونست قبول کنه، اینو حالا به زورم میخوان ازش بگیرن، ول نمیکنه چون زندگیش عوض شده و تجربه کرده. در قسمت بعدی برنامه یک خانم عزیزی مهمونه برنامه ماست، در زندگی سختی کشیده. اگر تو زندگی سختی کشیدی، اگر کسی رو از دست دادی، اگر غم و درد زیاد داشتی، به بقیه برنامه گوش کن. اون شب برگ شبانان درخشید نور آسمان که آمد اندر این جهان منجی انسان رفته به شهر داوود و به پرستین آن مولود و که رهاند قومش را از بند
بله، خوشحالم که امروز با سوزی عزیز یه مهمون عزیزی دارم. وقتی که شهادتشون رو میخوندم خودم اشک تو چشام جمع شده بود و یک دوست مشترک ایشون رو به ما معرفی کردن. تو شهر دالاس هستم ولی نمیشناختمشون. امروز خوشحالم سوزی جان که مهمون برنامه ما هستی، خوش اومدی. آره، یه مقدار راجع به خودت اول بگو و میریم روی شهادتت. ما امروز در قسمت اول صحبت کردیم، به خصوص در قسمت اخبار، که چشامونو باز کنیم، چشامونو باز کنیم ببینیم درد دیگران رو. و یه جایی هست در شهادتت که میگی دعا کردم خدا چشمای منو باز کرد به درد دیگران. ولی نمیخوام اونجا برسیم، اول یه مقدمه بگو بعد داستان زندگیتو بفرمایید. My name is Susie Jennings. اسم من سوزی جنینگز هست. I'm a nurse by profession. من یه پرستارم، حرفم پرستاریه. I'm also a Sunday school teacher. و در کلیسا هم کانون شادی بچه ها رو درس میدم. I'm a widow by God's design. و با برنامه خدا من یک بیوه زن هستم. But I'm a servant by choice. ولی خدمت رو خودم انتخاب کردم. I founded Operation Care International. من یک مؤسسه غیر انتفاعی به نام Care International، یعنی توجه، شرکت بین المللی توجه. And Operation Care ministers to the homeless and the poor children around the world. و این مؤسسه توجه به بی خانمان، به کسانی که خونه ندارن، ولگردا و بچه ها در سراسر جهان خدمت میکنه. Operation Care started in 1993 when my husband left our home. 11 سال پیش این خدمت شروع شد وقتی که همسرم از خونه رفت. He was suffering from a chemical imbalance in his brain. همسرم مشکل شیمیایی در مغزش داشت و افسرده بود. And it caused severe depression. و باعث شده بود که خیلی افسرده باشه. So for a month he was missing. یه دفعه دیدم یه بار رفت، یه ماه معلوم نبود کجا بود. But during that month I would pray and read my Bible. و در طول اون ماه دعا می‌کردم و کتاب مقدس رو می‌خوندم. I read the book of Psalms. کتاب مزامیر رو خوندم. And the book of Psalms said in chapter 30 verse 5. کتاب مزامیر فصل 30 آیه 5 اینو میگفت. It says weeping may endure for a night. می گفتش که اشک ها برای یک شبه، but joy comes in the morning. ولی شادی در صبح پیامد خواهد داشت. So that verse gave me hope. پس این آیه به من یک امید میداد که یه ماهی که فرزندم رفته برمیگرده. That even my husband was missing, that the Lord will give me joy. که گرچه همسرم یه ماه خبری ازش نیست ولی خدا به من شادی میده. So for a whole month he was missing. پس یه ماه بود که ناپدید شده بود. I would go to work without knowing when my husband will come home. هر روز میرفتم سر کار و نمیدونستم همسرم کی به خونه برمیگرده. But God gave me the strength. ولی خدا به من قدرت داد. And on the third week of his disappearance. روز هفته سوم بود که همسرم ناپدید شده بود. God gave me a verse in Psalms 116 verse 15. خدا به من یک آیه داد، آیه مزمور 116، مزمور 116 آیه 5. And it says آیه 15. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. مزمور 116 آیه 15 رو میخونم، میگه که مرگ مؤمنین برای خداوند بسیار ناگوار است. I did not like the verse. این آیه رو که خوندم خیلی خوشم نیامد. So I closed the Bible. کتاب مقدس رو بستم. And then I opened a hymnal. و بعد یک سرودنامه رو باز کردم. And God gave me a hymn. خدا یه سرودی رو به من داد. And the title of the hymn was It is well with my soul. سرود خیلی معروفیه که هر چی برای من اتفاق بیفته برای من خوشاینده، برای روح من خوشاینده. But the song also is song that was written by a guy who lost four of his daughters. ولی این سرود
به وسیله کسی نوشته شده که 4 تا از دختراشو در یک حادثه از دست داده بود. The daughters died in a ship that sank. توی کشتی بودن و این غرق شد و 4 تا دخترش از دست داد. So I closed the hymnal and I said that's the wrong song. و گفتم این سرود رو اشتباهی باز کردم، این سرود مال من نیست. And I went to bed. رفتم خوابیدم. The next day I opened the Bible randomly. و همینطوری روز بعد همینطوری کتاب مقدس رو باز کردم. Because I didn't want to read chapter by chapter anymore. دیگه نمیخواستم فصل به فصل بخونم. And I asked God to give me a joyful verse. و گفتم خداوند یه آیه برای من پیدا کن که به من شادی بده. When I opened it, it went to Psalms. وقتی باز کردم رفتم مزامیر. 116:15. و 116 آیه 15. It says precious in the sight of the Lord is the death of his saints. که میگه همونجاست که میگه که مرگ مؤمنان برای خداوند بسیار عزیز هست. So it looks like God has a message for me that probably my husband died somewhere because he disappeared from our home. و اونجا بود خدا با قلبم صحبت کرد که گرچه الان یه ماه شوهرت ناپدید شده ولی او مرده. But during that time when he was missing, I would read my Bible and I would get inspiration from the Word of God. وقتی که اون گم شده بود و پیداش نمی‌کردن، من از طریق خوندن کتاب مقدس آرامش می‌گرفتم و الهام می‌گرفتم. He disappeared on March 9, 1993. نهم مارچ 11 سال پیش بود که گم شد. And then 30 days later, I got a knock in my door. در حد 21 سال پیش. 93. That's 21 years. Yes. که 21 سال پیش. ولی چه روزی بود به پشت درت اومدن؟ آوریل بود، نه؟ کی اومدن دنبالت؟ March 9, 1993 was when he left. نهم مارچ وقتی بود که ناپدید شد، 21 سال پیش. بعد چی شد؟ That day that was April 8. 8th آوریل بود که خبر برای من آوردن. We discovered him in another state in Oklahoma. که او رو در یک ایالت دیگه در اوکلاهوما. شما کالیفرنیا بودید. اوکلاهوما 3-4 روز راه ما ماشین. تو اوکلاهوما ماشینش رو پیدا کرده بودن. It's in another state which is it took 30 days because the farmer would go to the hill once a month. That's when he discovered the car. توی کوها که اون کشاورز ماهی یه بار اون منطقه میرفت، رفته بود و یه ماشین رو دیده بود که اونجا پارکه. So we went there from Dallas to Oklahoma. پس از دالاس رفتیم اوکلاهوما. دالاس بودید اون موقع. بله. Well, it's like about 2 hours away. دو ساعت. آره، از دالاس زیاد دور نیست. 2 ساعت از دالاس. بله. Yes, and then we found the police found his body. و پلیس بدن و جسد شوهرم رو پیدا کرد. And he told me that David was found dead. و گفتن که او مرده. جسدش رو، مردش رو پیدا کردن. And I was heartbroken. خیلی قلبم شکست. I felt like the whole world came to my shoulder. حس کردم بار تمام دنیا رو دوش من هستش. I was so mad at David. از دست دیوید عصبانی بودم، داوود. Because he left me. چون که منو ترک کرده بود. We were supposed to grow old together. ما با هم عهد بسته بودیم با هم پیر بشیم. And then he left me. He committed suicide because of a mental illness. و منو ترک کرد، خودکشی کرد به خاطر اون بیماری روانی که داشت. He had a chemical imbalance called serotonin deficiency. یک مشکل مغزی شیمیایی داشت اسمش حد کمبود سروتونین. And then 3 months later I got a car accident so I became disabled. I could not walk. 3 ماه بعد من خودم تو تصادف رانندگی بودم و منم پام صدمه دید که نمیتونستم راه برم. And then 2 months later I was baking a cake. و 2 ماه بعدش هم داشتم یک کیک میپختم در آشپزخونه. In our kitchen. And then 30 feet from me in my neighbor's in my fence. و حدود 10 متر اون طرف در
I saw a lot of policemen. دیدم پلیسای زیادی تو خیابون هستن از پنجره دیدم. So I went outside and asked a policeman what happened to my neighbor. و رفتم به پلیس گفتم برای همسایه من چه اتفاقی افتاده؟ And then he said your neighbor just committed suicide. گفتش که همسایه تو الان خودکشی کرد. So that's 5 months my husband and then car accident and then another suicide. پس تو 5 ماه این اتفاقات برای من افتاد. همسرم خودکشی کرد. بعد تصادف کردم پام صدمه دید و همسایه‌ای که میشناختمش او خودکشی کرد. I got mad at God. از دست خدا عصبانی بودم. I questioned him why did he allow it to happen. گفتم خدایا چرا اجازه دادی؟ And then he gave me a dream that night. و اون شب خدا به من یک خواب داد. This was September 7, 1993. 7 سپتامبر 21 سال پیش بود. The dream he gave me, I was knocking at my neighbor's doors. بعد خواب دیدم که در دم خانه همسایه‌مو دارم میکوبم. I was telling them about Jesus. داشتم راجع به مسیح با اونها صحبت میکردم. So the next day I woke up. صبح روز بعد بیدار شدم. And then I chose joy. بعد احساس شادی کردم. Because remember the verse in Psalms 35. به خاطر اون آیه‌ای که در مزمور 30 آیه 5 بود. That says weeping may endure for night, joy comes in the morning. که گریه ممکنه تمام شب باشه ولی صبح شادی خواهد اومد. So I choose joy instead of sorrow. به جای غم شادی دارم. And then I said, Lord, what can I do for you? گفتم وقتی اون شادی بر من اومد، اینجا خیلی مهمه. وقتی تو اون غم دعا کردم، شادی اومد، یه دعا کردم. گفتم خدایا من برای تو چه کار میتونم بکنم؟ و دعا میکنم این دعای شما هم امروز باشه، دعای شمایی که درد کشیدید و تو سختی ها و درد ها خداوند تو رو ترک نکرده. شاید کسی هستی که شوهرت تو رو ترک کرده، همسرت تو رو ترک کرده، همسرت خیانت کرده، یا از دستش دادی، به خاطر بیماری از دستش دادی، یا به خاطر طلاق، شاید تصادف عزیزی رو از دست دادی و مثل خواهرم به جایی رسیدی که خرد شدی. دو چیز: اول، تنها آرامش و شادی رو خود خدا میاره. هیچ انسانی، هیچ کس نمیتونه درد تو رو درک کنه و هیچ کس نمیتونه درد تو رو تسلی بده. اولین درسی که از خواهرمون میگیریم اینه که تو این سختی ها خداوند رو پیدا کنیم. او منبع شادیه. و بعد دوم اینه که خداوندا از من چی میخوای تو این زندگی؟ الان که زندگی پوچه، چیزی که داشتم از دست دادم، چی میخوای؟ هدف زندگی من چیه؟ این سوال دومو کردی، خدا چی جواب داد؟ پس بودی گفتی خدایا از من چی میخوای؟ چی شنیدی از خدا؟ Well, I ask him, this is what I tell people, do not ask God. و برای همین من اونجا یه درسی گرفتم که الان به مردم میگم، میگم هیچ وقت اینو از خدا نخوا. چیو؟ Do not ask him what can you do for him. نگو خدایا من برای تو چه کار میخوام، چه کار میتونم بکنم. Unless you are prepared. مگر اینکه آماده جوابش باشی. He's gonna take you out of your comfort zone. چون جواب خدا اینه که تو رو از اون زندگی راحتی که داری بیرون میاره. 3 weeks later. 3 هفته بعدش بود. I was driving going home from church. از کلیسا داشتم رانندگی میکردم برم خونه. I heard a voice in my heart. یک صدایی رو در قلبم شنیدم. We were passing by a Canton bridge. از یک پلی در دالاس داشتیم رد می‌شدیم. And the voice was telling me, look at your left side. و این صدا به من گفت همینطور که رانندگی می‌کنی به چپت نگاه کن. And then I looked at my left side, I saw about 100 men and women homeless. و به چپم نگاه کردم، حدود 100 نفر زن و مرد دیدم که بی خانمان زیر این پل زندگی می‌کردن. They were living in that bridge. زیر اون پل زندگی می‌کردن. And the voice said, you are going to go there in person. و این صدا به من گفت تو باید بری شخصا اینا رو خدمت کنی. I said no, not me. گفتم نه نه من نه. They are crazy and lazy and smelly and dirty. گفتم اونا کثیفن، آدمای تنبلی ان، آدمای خطرناکی ان. And the voice said you were the one who asked me. و اون صدا به من گفت مگه تو نگفتی من برای تو چه کار میتونم بکنم؟ تو از من پرسیدی، من که ازت نپرسیدم. What can I do for you? تو پرسیدی من، خدایا من برای تو چه کار میتونم بکنم؟ من این جوابشه دیگه. And then the Lord convicted my spirit. خدا منو مجاب کرد، روح و قلب منو مجاب کرد. Just like when he told Moses to go to Egypt and Moses said no, I cannot. مثل موسی که خدا بهش گفت برو به مصر و خدا گفت نه من نمیتونم، من آدم ضعیفیم. So I asked God to forgive me. و گفتم خدایا منو ببخش.
And then I ask him, Lord, what can I bring to these needy people? گفتم خدای من برای این افراد محتاج بی خانمان چه کار میتونم بکنم؟ And then he said blankets. گفتش براشون پتو ببر. So the next day, روز بعد, I went to Baylor Hospital where I was a supervisor in nursing. و رفتم بیمارستان بزرگی در دالاس جایی بود که من پرستار مدیر پرستاری یه بخش بودم. And then I asked all doctors and nurses for $5 for a blanket. و از همه پرستارا و تمام دکترها گفتم نفری $5 بدید که ما پتو بخریم برای اونا. I said I need to give this to the homeless because they don't have any blankets under the bridge. گفت من این بی خانما رو دیدم سرد هیچی ندارن پتو ندارن میخوام اینا رو بدیم به اونا. And that's unconditional obedience. و این یعنی که اطاعت بلا شرط به خدا. خدا میگه بکن میگی چشم. Because I did not like the homeless before. قبل از اون از این افراد ولگرد و بی خانمان خوشم نمیامد. Because when I was growing up in the Philippines. چون وقتی که بچه بودم و در فیلیپین بزرگ شدم. My mother used to feed the homeless. مادر من این افراد فقیر بی خانمان رو غذا میداد. And they ate my food and occupied my space. و اونا میامدن غذای منو میخوردن اتاق منم تسخیر میکردن. I'm one of 9 children. و ما تازه خودمون 9 تا بچه بودیم. And we really didn't have a lot. خیلی هم خودمون وضعمون خوب نبود. So I felt like they just took my food away. فقط احساس میکردم اینا اومدن غذای منو دارن میخورن. And then one day when I was 10 years old. ولی یه روز که 10 سالم بود. One homeless woman. یک زنی که بی خانمان و ولگرد بود. She slapped me without a provocation in the marketplace. اومد توی بازار که بودیم یه دفعه یه چکی به من زد. So that's why I didn't like homeless people. برای همین این افراد دوست نداشتم. For God to call me to a ministry I didn't want. و خدا منو خوند افرادی رو خدمت کنم که نمیخواستم. And to people I didn't like. و مردمی رو خدمت کنم که اصلا خوشم نمیومد ازشون. So God turned my heart. ولی خدا قلب منو عوض کرد. But it took the life of my husband. ولی از دست دادن همسرم استفاده کرد. To turn me around. که منو عوضم کنه. And after that I went to the bridge one month later. بعد از اون یه ماه بعدش رفتم زیر اون پل. We brought 100 blankets and we gave it to the homeless. 100 تا پتو خریدیم و بردمش به اون بی خانم‌ها دادن. But we shared Jesus before we gave it. ولی قبل از اون که بدیم راجع به مسیح با تک تکشون صحبت کردیم. Because the heart needs to change before we could give physical needs, we need to deal with the heart first. چون اول باید به قلب مردم رسید بعد به احتیاجات جسمانیشون رسید. Because the physical things will go away, but if they have Jesus, it will not go away. چون این چیزای جسمانی، احتیاجات جسمانی میاد و میره، ولی آنچه که عیسی مسیح به قلب یه شخص میده تا به ابد باقی میمونه. And the homeless started calling me the blanket lady of Dallas. و اسم منو این افراد خانواده بی خانمان گذاشته بودن که زن پتو دالاس. And then I would bring blankets in my car and I would give it to the homeless. و پتو رو تو ماشینم میذاشتم میدادم به این بی خانم ها. And then I will put a gospel track on top of the blanket. و یک تراکت انجیل رو روی این پتوها میچسبوندم و بهشون میدادم. And I will give it to them and give them a hug. و میدادم بهشون و بغلشون میکردم. And I tell them Jesus loves you. میگفتم عیسی مسیح تو رو دوست داره. And God has a sense of humor. و خدا خیلی شوخ هست. He took my sense of smell. I could not smell homeless people anymore. قبلا از بویشون بدم میامد. این مشکل بویایی منو حل کرد که دیگه این بوها رو احساس نکنم. I could smell good smell but not homeless smell. و طوری شده بود که بوهای خوبو میتونستم بو کنم ولی بوهای بدو اصلا نمیتونستم تشخیص بدم. So out of that ministry we give away blankets like December we gave 1000 blankets to a lot of homeless in Dallas. و این خدمت رشد کرد و همین دسامبر ما بیشتر از 1000 پتو به کسانی که تو خیابونا هستن و بی خانمان هستن دادیم. And then we dream of giving the homeless the best Christmas party in America. و یه تصمیم می‌گرفتیم خیلی جالبه. داشتم می‌خوندم راجبش. گفت تصمیم گرفتیم بهترین و بزرگترین پارتی مهمونی کریسمس رو در دالاس بدیم برای اینا.
Yes, so on the first year of our event, 2004. در اولین سالش 2004 یعنی 10 سال پیش این کارو کردیم. We rented the Dallas Convention Center. اون مرکز اجتماع بزرگ دالاس رو، مرکز کنفرانس دالاس رو ما اجاره کردیم. By faith we didn't have any money. و پولم تازه نداشتیم اجاره شو بدیم. But God said that we will have a birthday party for Jesus. و گفت در این محل شما جشن تولد برای مسیح بگیرید. At the convention center. در مرکز اجتماع دالاس. So I have so much faith, I believed it. منم اینقدر ایمان داشتم باور کردم که اینو خدا میخواد و انجام میشه. So on November 18, 2004. پس در سال نوامبر 2004. One month before the event. یک ماه قبل از اون که این پارتی انجام بشه. We only have $20 in the bank. فقط 20 دلار تو بانک پول داشتیم. We need money to buy blankets. بعد پول بعد می‌داشتیم برای خرید پتو. Sleeping bags. برای گرفتن این چیزای خواب، وسایل خواب. Shoes, clothing, clothes. لباس. Food. غذا. And some gifts for the children and toys. و پول بعد می‌داشتیم که برای بچه‌ها کادو می‌خریدیم. But only $20 that came from a little boy. Who broke his piggy bank and gave it to us. ولی فقط 20 دلار داشتیم. اونم 20 دلاری که یک زنی یک بچه‌ای قلکش رو شکسته بود 20 دلار رو به ما داده بود. Well, I prayed. I remember I knelt and I prayed and I asked God. و یادمه که زانو زدم گفتم خدایا. I said, Lord, we don't have any money. گفتم خدایا پولی نداریم. And there's only one month left and there's a party. و یه ماه دیگه یه پارتی بزرگ داریم میدیم فقط 20 دلار داریم. I said your name is in trouble. گفتم اسم تو مطرح این وسط. You need to show up. باید یه کاری بکنی. After 10 hours of that prayer. بعد از 10 ساعت که این دعا رو کردم. I was working in the hospital at Baylor Hospital. داشتم در بیمارستان کار می‌کردم. I got a phone call. یه تلفن به من شد. And then my friend said. و دوستم اینو به من گفت. She said I went to my friend Dottie this morning. رفتم پیش دوستم که داتی اسمش. And I told her we are trying to give this party to the homeless. گفت ما می‌خوایم تصمیم داریم این یه پارتی بزرگی برای کسانی که بی‌خانه هستن رو بدیم. And we're expecting 10,000 people. و انتظار داریم 10,000 نفر در این پارتی شرکت کنن. But we didn't have money. It's only $20. و هیچ پول نداریم. 20 دلار داریم. That came from the boy who broke his piggy bank. اونم از پول پسر بچه‌ای که قلکش رو شکست 20 دلار رو داد. And the lady Dottie said. و اون خانم داتی اینو گفت. That's interesting. خیلی جالبه اینو میگی. Because when before I went to the hospital, she was sick, so she went to the hospital. گفت چون من مریض بودم اومدم بیمارستان. I wanted to give money to a charity. میخواستم تو قلبم میخواستم به یک مؤسسه غیر انتفاعی کمک بکنم. But I was not able to do it. و نمیتونه پیدا نکردم این کارو بکنم. How much will it take for you to have this party, birthday party for Jesus? To help the homeless, how much do you need? این خرج این پارتی که برای بیخانه ها دارید خرجش چقدره؟ I said $100,000. گفتم 100,000 دلار. And the lady Dottie said. و اون خانم داتی اینو گفت. That's amazing. گفت خیلی عجیبه. That's exactly the amount I want to give you. گفت من دقیقاً همون پولی بود که تو قلبم بود بدم. So I'm gonna write you $100,000 check. گفت پس یه چک 100,000 دلاری الان بهتون میدم. And remember the $20. و یادتونه اون 20 دلار رو. That was the 2 fish and 5 loaves of that little boy. و اون 20 دلار اندازه 5 نان و 2 ماهی اون پسر بچه بود. And God multiplied the money. و اون پول رو اضافه کرد. So that was the beginning of the traditional Christmas party, birthday party for Jesus every December. و از این 10 سال از شروعی بود که هر دسامبر ما یک جشن تولد برای کریسمس برای بیخانه ها میگیریم در دالاس. So we're going to have this birthday party. و این جشن تولد رو خواهیم داشت. The heart of the ministry is prayer and evangelism. خدمتی که ما انجام میدیم بشارت و دعا. The trademark is foot washing. و کاری که انجام میدیم پای مردم رو میشوریم. Because just like Jesus in the Bible, he washes his disciples' feet. و مثل عیسی مسیح که در کتاب مقدس پای شاگردانش رو میشوره. And that's a sign of humility and servanthood. که نشانه فروتنی و خدمتکار بودنه. And that's what we do to help the homeless. و ما این کارو با افرادی که بی خانمان هستن میکنیم. We wash the dirtiest, smelliest,
and stinky feet. پاهای کثیف بودا رو میشوریم. But that's our sin, stinky, dirty and smelly. ولی گناهان ما هم برای خدا همینه. گناهان ما هم برای خدا کثیف و بوداره. And Jesus will wash it. ولی مسیح این گناهان بودار ما رو میشوره. So now we are known to have the largest event for the homeless in America. و الان در دالاس بزرگترین جلسه و پارتی در سراسر آمریکا رو ما اینجا داریم. We provide when they come. We provide for evangelism and prayer. وقتی میان براشون دعا میکنیم، بشارت بهشون میدیم. Do we do foot washing? پاهاشون رو میشوریم. We give away sleeping bags and blankets. و وسایل خواب و پتو بهشون میدیم. And then clothing. لباس بهشون میدیم. And then food and medical assessment. و لباس و غذا بهشون میدیم و وسایل بهداشتی. We check their blood sugar, blood pressure, and flu shots. و فشار خونشون رو میگیریم و آمپول آنفولانزا ضد آنفولانزا بهشون میزنیم. We give eye glasses. اگر چششون احتیاج داره عینک مجانی بهشون میدیم. We have dentist. و اونجا دندونسازایی هستن که دندوناشون رو چک میکنن. We have food and entertainment for 6 hours. برای 6 ساعت غذا داریم و برنامه های تفریحی داریم. We have haircuts and makeover. و قسمتی هست که موهاشون رو کوتاه میکنیم و آرایششون میکنیم. And we have free telephone calls for the family. و برای تمام خانواده تلفن مجانی هر جا خواستن زنگ بزنن. And if the homeless family said they could go home. و اگر گفتن که ما میخوایم بریم به محل زندگیمون. Then we take the homeless to the bus and pay for the bus. یعنی اگر مال ایالت دیگه ای هستن میگن میخوام برگردیم به خونمون، میبریمشون دم ایستگاه اتوبوس. And then we send them home so they are not homeless anymore. و براشون بلیط میخریم که برگردن به خانه و خانوادهشون که دیگه بی خانه نباشن. So if God could change my hardened heart towards the homeless. اگر خدا قلب منو عوض کرده که من با این افراد بی خانه کار کنم. He could change anybody's heart. قلب هر کسی رو میتونه عوض کنه. Life is full of choices. و زندگی پر از انتخابه. میخوام با عزیزانم صحبت کنیم قسمت رو، چون دارید نتیجه گیری میکنی. عزیزان بشنوید از زنی که اینا رو چشیده، از دست دادن و غم و تصادف و شوهر، رفتن شوهر، مرگ شوهر رو، اینها رو چشیده، ولی خدا قلبش رو عوض کرده که به جای اینکه به حال خودش تأسف بخوره، چرا به سر من اومد، چرا اینطوری شد، خدا دارش ازش استفاده بزرگی میکنه، چون گفت خدایا از من چی میخوای. میخوام که این قسمت پیغامو با خود عزیزان در میون بگذاری. عزیزان بگیرید از این دختر خدا سوزی، دلشو بگیرید، درسشو بگیرید. به هم برکت برای ماست، هم از طریق ما برکت برای بسیاری. بیاین من شما گوش کنیم و این برکت رو از ایشون بگیریم. Well, don't give up hope. امید تو هیچ وقت از دست نده. Because God cares for you. چون خدا تو رو دوست داره. And he loves you. But محبت داره برات. If he could change me. اگر خدا میتونست منو عوض کنه. My hardened heart towards the homeless and the smelly people. که قلب سنگی منو نسبت افرادی که بودارن و بی خانه هستن. He could change anybody's heart. میتونه قلب هر کسی رو عوض کنه. And also there should be unconditional obedience. همینطور باید اطاعت بلا شرط نسبت به خدا داشته باشی. If you hear God's voice. اگر صدای خدا رو میشنوی. And if he tells you to do something. اگر به تو میگه یه کاری رو بکن. Do it immediately. آنن بکن، عقب ننداز. Do not wait. صبر نکن. He will provide for your needs. او به احتیاجات تو میرسه. اگه چیزی رو نداری بهت میده. Just like our need before we only have $20. مثل ما که فقط 20 دلار داشتیم. And then I just prayed and gave it to the Lord. و دعا کردم اون 20 دلار رو دادم به خدا. Out of that he gave us $100,000 for just in one woman. و از با دادن اون 20 دلار خدا 100,000 دلار به ما داد، اونم تازه از طریق یک زن. Now the ministry is in the Philippines. الان خدمت ما در خود کشور فیلیپین هست، خدمت می‌کنیم. هندوستان، آفریقا، چین، تایوان، اندونزی، کامبوج، اسرائیل، اردن، and we help 24,000 children. و 24,000 بچه رو ما خدمت میکنیم. In those 9 nations. در این 9
کشور. And then we help 130,000 homeless in Dallas Fort Worth. و 130,000 نفر رو در این منطقه بزرگ دالاس افراد ولگرد خیابانی رو کمک میکنیم. And that's because I obeyed God. چون که من به خدا بله گفتم و اطاعت کردم. I listened to his voice. به صدای او گوش کردم. So you need to seek him by reading the word. پس باید کلامش رو بخونی و روی او رو بطلبی. And be bold like a lion. مثل یه شیر شجاع باش. Tell them about Jesus. به مردم با شجاعت راجع به مسیح بگو. Share the word to the people. کلام خدا رو با مردم در میون بگذار. Because God did not call the equipped. چون خداوند فقط تو رو نفرستاد. But he will equip the call. بلکه به تو وقتی که تو رو میخونه وسایلش هم به تو میده. So he called me to help the homeless. پس منو خواند که به بیخانه ها کمک کنم. Three things I did: unconditional obedience. سه چیز انجام دادم. اول اطاعت بلا شرط. He told me to go under the bridge and help the homeless. به من گفت برو زیر اون پل این افراد بیخانه رو کمک کن. I didn't like to do it, but I did. من خوشم نمیامد این کارو بکنم ولی گفتم میکنم و کردم. And then he told me to live in the streets of Dallas as a homeless person. و بعد به من گفت خودت برو تو خیابونای دالاس چند روز زندگی کن. For how long? For one day. برای یه روز رفتم تو خیابونای دالاس زندگی کردم. And that opened my eyes. و این چشای منو باز کرد. To learn more about the plight of the homeless. که درد این بیخانه ها رو من هم یه کمی بچشم. I didn't like to do it either. اونم دوست نداشتم انجام بدم. But I obeyed. ولی اطاعت کردم. The third thing was God told me to leave my six-figure income as a nurse supervisor. و بعد یک حقوق خیلی بالایی که به عنوان سرپرست پرستارا داشتم رو خدا گفت. He told me to leave my big job and become a missionary for the Lord. گفت این کار پردرآمد تو ول کن و برای من مبشر باش. With nothing, not knowing where my salary will come. بدون هیچی، بدون اینکه حتی بدونم حقوق من از کجا میاد. But God continues to provide. ولی خدا برای من فراهم میکنه. So now the vision he gave me. حالا رویایی که به من داده. Is that by December 19, 2020. که با دسامبر 2020 یعنی 6 سال دیگه This birthday party for Jesus این جشن تولدی که برای مسیح میگیریم will be in 50 states in America در تمام 50 ایالت آمریکا باشه and also all over the world و تمام دنیا باشه that the world will celebrate Jesus birthday که تمام دنیا تولد مسیح رو جشن بگیره and we will evangelize the world و ما تمام با کلام خدا رو با تمام دنیا در میون بگذاریم in the same date same time همه در یک روز و در یک زمان این جشن رو بگیرن. And the goal is that one person will get saved every minute. و هدف ما اینه که هر یک دقیقه یک نفر نجات پیدا کنه. All over the world. در سراسر جهان. And then Jesus could come after that. بعد از اون عیسی مسیح میتونه برگرده. So remember, listen to the voice of God and obey unconditionally. پس یادت باشه به صدای خدا گوش کن وقتی باهات صحبت میکنه به او بله بگو اطاعت کن عقب ننداز. I also wrote a book. It's called 31 Mountain Days of Mountaintop Miracles. و یه کتاب نوشتم 31 روز معجزات سر و کوه. It's available at amazon.com. رو آمازون میتونید برید از رو اینترنت بخرید. And it's a 31 stories of miracles that God did for me. و داستان 31 معجزه است که خدا برای من انجام داد. Stories around the world. و این داستان مال تمام دنیا است. It's a life-changing book. کتابیه که زندگی‌ها رو عوض می‌کنه. Because Jesus is the star. چون مسیح ستاره و قهرمان این داستان هست. And miracles still happens to us every day. و معجزات هنوز هر روزه انجام میشه. Because God wants to let you know that he is alive. چون خدا میخواد به تو ثابت کنه که او زنده است. Jesus is alive. عیسی مسیح زنده است. And he wants to communicate with you. و میخواد با تو ارتباط برقرار کنه. He wants to have a relationship with you. میخواد با تو رابطه داشته باشه. So you need to accept him in your heart as Lord and Savior. پس باید او رو به قلبت دعوت کنی به عنوان خداوند و نجات دهندت. And the Bible said. و کتاب مقدس اینو میگه. Jesus said. عیسی گفت. I am the way. من راه هستم. The truth and the life. من راستی و نور هستم. راه هستم. No one comes to the Father. هیچ کس جز به وسیله من. But by me. جز به وسیله من
نزد پدر نمیاد. من راه و راستی و حیات هستم. It's only through Jesus Christ. فقط از طریق عیسی مسیحه. That you could get to heaven. که میتونی وارد حضور خدا در بهشت بشی. So whatever difficulties you have. از هر مشکلی که الان داری. Ask Jesus to come in your heart. بگو عیسی مسیح به قلب من بیا. And he will take over. او اون موقع زندگی تو در کنترل خودش قرار میده. And he will provide for you. و او به احتیاجات تو میرسه. And he will comfort you. و او به تو تسلی و آرامش میده. And he will give you joy. به تو شادی میده. Look what he's doing for me. ببین برای من چه کار کرد. He's taking me all over the world. منو تمام دنیا فرستاده. Help change the world. پس شما هم دنیا رو عوض کنید. It's all about him. همه منظور و هدف اوست. For his glory. برای جلال خداست که این کارو میکنیم. So thank you for allowing me to be here. و متشکرم که من فرصت دادی اینجا باشم. Okay, get my book. کتاب منو بگیرید، بخونید. God bless you. خداش به شما برکت بده. Thank you. آمین. آمین. خیلی عالی و امیدوارم این کتاب رو هم ترجمه کنید. کسانی که ترجمهتون خوبه، خوب کتاب ترجمه میکنید، ما به عنوان داوطلب کتاب ایشون، کتابای خوبی گاهی دست ما میرسه، شاید به عنوان خدمت خدا بگید که من حاضرم این کتاب رو ترجمه کنم. اگر این تو قلب شماست، مترجم خوبی هستی و حاضری کتاب رو برای راه خدا مجانی ترجمه کنی که دیگران ازش استفاده کنن، با ما تماس بگیر. خیلی ممنون. با ستاره عزیز. ستاره جان چقدر نگه داشتی، مرسی. من نمیخواستم حرف مهمونمون رو قطع کنم ولی شما هم صبر زیادی داشتی. بفرمایید. الو. سلام میکنم به همتون. سلام ستاره جان، خوشحالم زنگ زدی. خدادر عزیزم و خواهرسوزی عزیز سلام میکنم خدمت شما. بله سلام میرسم. زنگ زدم که بگم که برنامه امروز واقعا برای من یه همشون بگم مکاشفه بود، چیزی بود، چون هفته قبل بود که برنامه کلیسای هفت به نگاه میکردم. بله. من سربازان جدون هستم. آفرین. ولی برای من این بود تو قلبم نشست که باز 20 اوروی دیگه با اینکه حقوق چندانی ندارم کمک کنم. همش خودم میپرسیدم که به چه دلیل، چرا بعد این کار انجام بدم، ولی در قلبم بود که از اول ژانویه امسال این کار انجام بدم و خواهم انجام داد. و این شهادت رو خواستم بهتون بدم. بله. که همین امروز بین ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 2 بعد از ظهر نامه اومد که 20 اورو به حقوق من اضافه شده. همون رقمی رو که من در خداوند در قلب من گذاشت که به شبکه هفت. بله. کمک. مرسی ستاره جان که همکار خدا هستی. برنامه هاتون واقعا من بدون برنامه. و یه موردی رو میخواستم بهتون بگم. من همیشه وقتی که قبل از این که به هر حال برنامه ها رو نگاه کنم یا چیز باشه از انجیل میخونم، امروز برای من باز شد اشعیا باب 41 آیه 15 و آیه 15 و 16. بله. و این برای من پیامی بود که خداوند به من داد و واقعا نمیدونم چطوری برگردم بگم که چون من دختر کوچیک دارم. بله. برنامه شما رو که دید، برنامه رو یعنی که دیدم، اون دختر رو دیدم، کوچولو رو که دیدم. بله. از گرسنگی ضعف کرده بود. بله. دنیا رو سرم خراب شد. بله. و اینکه دختر من اینجا شکمش شیره. بله. من ایرانی ندیدم، من ایرانو ندیدم ولی ایرانی هستم. بله. ولی قلبم لرزید، قلبم تکون خورد. خدا رو شکر. این روح خدا در توست، این محبت خدا در تو. آمین. مرسی ستاره جان. وقتی که این صحنه ها رو نبینم دیگه. بله. هیچ وقت نبینم همچین صحنه هایی. بله. و خیلی همون میبینیم و بی تفاوت رد میشیم، ولی وقتی قلب خدا رو داریم که مثل تو، اون موقع ما هم تکون میخوره قلب ما، چون قلب خدا تکون میخوره. آمین.
خدا رو شکر برات ستاره جان، مرسی زنگ زدید اینو در میون گذاشتی. خیلی سلام برسه عزیزی. من واقعا بله. واقعا خیلی خداوند فیضتون بده، فقط همین رو میتونم. عزیزی مرسی ستاره جان، خیلی برکت دادی. آمین. فعلا خدافظ. خدافظ. بله ستاره عزیز، اون کلیپ ساده از یک بچه وقتی میبینی که ضعف کرده افتاده، یا اون بچه‌ای که بعد گل بفروشه یا مواد مخدر بفروشه، چه احساسی میکنیم؟ احساس معمولی انسانی اینه که بیخیال. من خودم مشکلات خودمو دارم، وقتی که برنامه های شبکه هفت بیرون میره بعضی باشه دیگه بره نره فرقی نمیکنه، ولی اونی که دل میسوزونه میگه که نباید به اون بچه رسید، باید این پیغام انجیل از طریق شبکه هفت وارد خونه ها بشه و زندگی ها رو عوض کنه، این شبکه باید ایران رو عوض کنه. خدا ما رو خوانده، شبکه هفت هدفش تبدیله، فقط ایجاد برنامه نیست، باید زندگی ها عوض شه، باید کلام خدا روح خدا از طریق شبکه هفت تو خونه همه مردم بره، شفا ببره، تبدیل ببره، زندگی های شخصی عوض شه، آزادی از اعتیاد، آزادی از خشم، نفرت و ناامیدی، خودکشی. خدا میره تو خونه ها و میخواد بره تو خونه ها و این آزادی رو تو هر خونه ببره با همکاری همدیگه. مرسی ستاره جان که راجب اون که از خدا شنیدی که هدیت رو بیشتر بکنی. همیشه صحبت ما همین بوده که سوزی عزیز میگه آن چرا که خدا بهت میگه رو انجام بده و عقب ننداز. این درس امروز سوزیه، اطاعت کن، اطاعت همین الان. بعضیاتون هستید خداوند با شما صحبت کرده، تو هر شهری هستید، شاید تو تهران یا هر شهری هستید، خدا دلت رو از قبل شکسته برای اون بچه های خیابانی، دلت به درد میاد. بقیه ممکنه بی خیال رد میشن ولی تو نمیتونی. اگر دلت به درد میاد بدون این از خداست، چون از انسان، از ما انسان ها این چیزا ساخته نیست. برای یک کسی که نمیشناسیم و کنار خیابون دلم به درد بیاد، این از خداست. اگر دیگران نمیبینن و دلت رو به درد میاد، شاید خدا داره تو رو امروز میخونه برای بچه های شهر خودت، برای افراد بی خانه شهر خودت، برای محتاجین شهر خودت قدمی برداری. بردار، بردار و عقب ننداز. حتی میگه خوشم نمیاد، بو میدن، دیدی خدا سوزی عزیزو عوض کرد که میگه اصلا بوهاشم حساس نمیکنم. ولی اگر خدا میگه، اگر خدا میگه به اون بچه های خیابونی شهر خودت در تهران، اصفهان، هر جا که هست برس، برو یه کاری بکن، کوچیکم بکنی خدا بیشتر میکنه، خدا اضافه میکنه. ایشون با یه قدم کوچک، با 100 تا پتو که تازه پولاش هم از دیگران گرفته بود شروع کرد و الان در سراسر جهان داره خدا ازش استفاده میکنه. کوچیکم شده بگو چشم خداوند، اطاعت میکنم. با 20 دلار شروع کرد که اونم یه بچه قلکش شکسته بود، ولی خدا فراهم کرد. بزرگ فکر کن، بگو خداوند من کوچیک شروع میکنم، ولی تو خدای بزرگی، از من برای تمام ایران استفاده کن، برای تمام محتاجین ایران، تمام بچه های ایران. رویا رو بگیر. بعضیاتون هستید این صحبت هایی که میکنم دلت به التهاب میاد، این از خداست. یعنی صحبت های من داره خدا رو، حرف خدا رو تو قلبت تایید میکنه. پاشو و انجام بده. عزیزانی که خدا تو قلبتون گذاشته، شبکه هفت رو حمایت مالی کنید، شما هم به صدای خدا گوش کنید، چون این شبکه هدفش خدمت مردم، تبدیل خانواده ها، شفای خانواده ها و تبدیل ایران هستش. مرسی که با هم بودیم سوزی عزیز، خیلی ممنون. پیغامی که دادی بسیار عالی و دعا میکنم عزیزان رویایی بگیرید برای زندگیتون. خدایا من برای تو چه کار میخوام بکنم، چه کار میتونم بکنم؟ خدا تو رو بی خود نیافریده. یک رویای بزرگ از خدا بگیر و برو انجام بده. خداوند
در آخر رو را خوابید.